سلام دوستان، وقتتون بخیر. من هادیان هستم از گروه کانادا فورال. امروز با یک کلیپ آموزشی دیگه در خدمتتون هستیم. امروز می‌خوایم بریم سراغ رشته‌های انسانی و همینطور هنر، ببینیم که چجوری میشه اساتیدی که فان دارن رو تو این رشته‌ها پیدا کرد. همینجوری که می‌دونید، راه حل کلی معمولا اینه که بچه‌ها میرن لیست دانشگاه‌ها رو پیدا می‌کنن، بعد میرن تو یک دانشگاه خاص اون دپارتمانشون رو نگاه می‌کنن، اساتید رو پیدا می‌کنن و شروع می‌کنن به اینها ایمیل زدن. این راه حل بدی نیست، ولی خیلی مواقع شما جوابایی میشنوید که استادا میگن خب ما جا نداریم یا ما اصلا فان نداریم. اما چجوری میشه اساتیدی که فان دارن رو در واقع پیدا کرد؟ واسه این کار میتونید این عبارت رو در واقع توی گوگل سرچ بکنید، در واقع مخفف سوشال ساینس هیومانیتی ریسورس کانسیل هست. اگر در وارد این لینک بشین، اینجا یک موتور جستجویی هست. توی موتور جستجو یه سری اطلاعات رو شما مشخص کنید که اطلاعات اول در واقع ساله که این سال مشخص کنید، من اینو فعلا دست نمیزنم. اگه بخواید در واقع توی پروینس یا ایالت خاصی، استان خاصی بخواید انتخاب بکنید، میتونید فرضاً کبک انتخاب بکنید یا نمیدونم اونتاریو رو انتخاب بکنید. میبینید توی هر ایالت به طور مثال کبک یا اونتاریو دانشگاهشو زده، دانشگاهی که توی اونتاریو هستن رو زده. ما فعلا این آل میذاریم، همه در واقع پروینس ها رو در نظر بگیره. بعد تو قسمت دیسیپلین میتونید رشتهتون رو در واقع مشخص بکنید. میگه که رشته های مختلف رو اینجا در واقع داره، میگه رشته های مختلف اینجا در واقع هستن. این سینما هست، نمیدونم جرم شناسی هست، تاریخ هست، جغرافی هست، همه رشته رو در واقع داره. فاین آرت هست، چیزهای مختلف هست اینجا. این هم در واقع تاریخ بود، جغرافی. حقوق هم میبینید که داشت در واقع. حالا من میرم سراغ رشته در واقع به طور مثال روانشناسی رو من انتخاب میکنم. به طور مثال اینجا من روانشناسی رو انتخاب میکنم. تو خود روانشناسی میتونید در واقع گرایش تخصصی روانشناسی رو انتخاب بکنید. من اینجا به طور کلی روانشناسی رو میزنم. اگر سرچ رو بزنیم تو صفحه‌ای که ظاهر میشه، میبینید اساتید مختلف رو نشون داده و فاندایی که گرفتن. به طور مثال ایشون تو دانشگاه یورک به طور مثال فاندی به این میزان گرفته که خب اینجا نشون داده. میتونید در واقع این موضوع رو بخونید و وقتی دارید به اون استاد ایمیل میزنید، سعی کنید ایمیلتون رو بر اساس این فاندی که در حال حاضر استاد داره بنویسید. یا به طور مثال فرضاً تو دانشگاه مونترال مثلا ایشون 50,000 تا فاند گرفته، میتونید بهشون ایمیل بزنید و در واقع نظر استاد رو جلب بکنید.